بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقت ما شما همیشه سر قربانی بحث میکنیم، مثلا پیشتر ما پرسان کردن گفتن همی موضوع چی است که ما سر از یاد داشت میگیریم یا عنوان شبتیم. وقتی میگیم قربانی، همیشه نظر انسان که است به چی میره؟ به طرف یک حیوان میره. صحیح نه؟ همیشه ما وقتی که از قربانی گپ میزنیم، تو نظر ما به طرف از این میره که به یک حیوان. موضوع قربانی است، حتما الاستاد گپ میزنه که شطور چقدر قربانی شود، گوسفند، گاوی نگه پا. اما در قرآن عظیمشان این قربانی که صحبت میشه، قربانی خو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و مردم قربانی میکنن. لیکن وقتی در قرآن عظیمشان بیم، اصل قربانی انسان است. اصل قربانی انسان است که انسان آماده باشه که خدا قربان بکنه. و این قربانی حیوان بدیل از قربانی چی است؟ انسان است. اصل قربانی حیوان نیست، اصل قربانی انسان است. مثلا در بحث قربانی در قرآن عظیمشان درباره ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام الله متعال بیان میکنه که اینال دو نفر بسیار قربانی کلان دادن. یکی قربانی آدم ریش سفید است، یکی قربانی جوانا هست. یکی قربانی ریش سفید است، ابراهیم علیه السلام، و یکی قربانی جوان است که اسماعیل علیه السلام است. اینال در قربانی آدم ریش سفید و کلان، چون ای خودش ریش سفید است، زیاد اولاد خدا خوش داره، سر از امتحان سر اولادش میه که اگر تو امر الله را قبول داری و اطاعت الله را قبول داری، پس اینال تو باید امی کس را که زیاد دوست داری، فرزند تا که زیاد دوست داری، ایره قربان الله بکن. چون انسان کس همیشه امتحان میشه و در بین امتحانات امتحان بسیار زیاد قوی کس از پیغمبرها هست. اینا بسیاری وقت برای ما و شما گفتم میشه تو بری یک گوسفند قربانی بکو، یک بز قربانی بکو یا یک گاو. بسیاری وقتا در دل آدم والا اگر نداشتم برو خیر است، امسال نمیکنم قربانی، یا وسش ندارم یا امکانات ندارم، دی دل میذاریم. لکن خطرناک ترین قربانی سر یوسف علیه سر ابراهیم علیه السلام آمد که بخی همی بچه تا که درش سفیدی در سن کلان برد داده شده، امیر قربانی کو در راهی الله. این حالا اصلی است که انسان مسلمان او است که برای قربانی به بارگاه الله آماده باشه. جسمش باید آماده باشه، خودش، تمام اعضای بدنش. این حالا او انسان اگر جسم خود آماده کرد که قربان الله شوه، بازو پیسه و قالین و فرش و ظرف و مالی گپا باز پیش هیچ است. اما اگر انسان خودش آماده قربانی نشد که خود قربانی الله بکنه، چرا الله متعال در آیت میگه که ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. اناله اینمی انسان مسلمانه که برای جنت است، مالش هم الله خریده و نفسش هم خریده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، یعنی اینجا خودش جان خدا برای الله تسلیم میکنه. اناله اصل موضوعی است که در قرآن عظیم شان وقتی که انسان قرآن میخونه، اینجا قربانی انسان است پیش از اینکه قربانی حیوان باشه. و قربانی حیوان رحمت الله هست که بدیل میشه برای قربانی کی؟ برای قربانی انسان. یعنی الله وقتی که از نیت تو فهمید که تو آماده هستی خدا قربان بکنی، باز الله متعال یگان وقت امو قربانی خودته به عوضش، مثل که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام آماده شدن، باز عوضش الله متعال برشان یک گوسفند چیز که خیلی سیر قربانی بکنی، مقصد این قربانی تو شد. اینال اینجا ابراهیم علیه السلام خامده میشه، پیغمبر است، آل بچه جوان، بچه جوانه که هنوز نو جوان است دیگه، بسیار اسکیجولش بسیار طویل است که مثلا چه وقت نامزاد شوم و کیره به نامزادی خود بگیرم، بازی نامزادم چه قسم قواره داشته باشه و باز چه قسم شیرینی خوری بکنم، چه قسم باز آروسی بکنم و چه قسم لسانس خدا بگیرم، باز چه قسم ماستری بگیرم، چه قسم دکترا بگیرم. اینالی برنامه بسیار طویلی که جوان داره، برای جوان بسیار مشکل است که یک دفعه آماده شد که من بمرم،
ما به خاطر الله قربان شد. و این امتحان سخت الله متعال است اسماعیل علیه السلام میکنه که دمی جوانیت باید قربان شویم. و چی است؟ پدرش برش میگه که فلم ما بلغ معه حسای قال یا بنی اینی عرف المنام انی اذبحک. سعی کنین بعضی قصه هاست که دروغ است، مثلا بین ما و شما بسیار منتشر شده. مثلا یک شاعر شعر جور کرده که به انگام منا آندم رسیدی، یکی پیری بدندش بدیدی. سعیز نه؟ بازی بسیار با صدای خوبش میخوانه. حالا قرآن خونه میگه که پیری بدندش از آمده برزی گفته. اینجا قرآن میگه که فلم ما بلغ معه حسای، وقتی که امرای پدرش یعنی در منطقه سعی رسیدن ابراهیم و اسماعیل، ابراهیم علیه السلام به بچه خود میگه. سعی کنید بعضی شاعرها که از قصای دروغی نیست که عقیده مردم خراب میکنن. این ما یک وقت جوان بودیم یک کسی بسیار شیرین شیرین خوانده میرفت، گریان هم میکرد که این اسماعیل علیه السلام به انگام من آندم رسیدی، یکی پیر بدندش بدیدی. این ایگه پاره میفتی کلش دروغ. کلش دروغ. چرا یک دروغ میگه؟ به خاطر اینکه شاعرها بسیار دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ چون غیر مسلکی هستن. قرآن رو نمیفهمه. قصه‌های دروغ دروغ از دل خود جور میکنن و مردم عوام هم به قصه و گریانش بسیار باور میکنن. سگ قرآن میگن چی میگن؟ فلما بلغ معه سعی، وقتی که میگه ابراهیم علیه السلام به امرای پسر خود در منطقه سعی رسیدن، قال، کی گفت؟ قال ابراهیم علیه السلام گفت. و کی گفت؟ به اسماعیل علیه السلام. یا بنی ای پسرک من. بعدش گفت که بچه جان اینی ارا فی المنام یعنی اذبحک. تو خود میفهمی که من پیغمبر هستم؟ و میگه بله. و میفهمی خواب پیغمبر چی است؟ وحی است. برای من وحی شده که من تو را باید ذبح بکنم. فانظر، متوجه هستین؟ فانظر ماذا ترا، حال تو به من نظر بده. اینجا قصه های دروغی برای ما تو نشان میده که اسماعیل علیه السلام هیچ کمال نداشت. پدرش چشم از ایره سرمه کرد، کلاه کاه پوشاندش، ایره برد، پته کرده، خبر نداشت، ایره برد به قربانی. قصه های دروغی تو میگن. اما قرآن از این شان میگه که نه، این نوجوانی که به نام اسماعیل بود، این بسیار عقیده قوی داشت، این بسیار ایمان قوی داشت و این خودش آماده شد که قربانی شوه. و پدرش برش گفت که، ابراهیم علیه السلام برش گفت که فانظر ماذا ترا، بر ما خود یک وحی شده، الله بر ما گفته که من تو را چی کنم؟ من تو را قربانی بکنم. آل تو چی نظر داری؟ تو آماده هستی یا نیستی؟ کار زور نیست، تو هم نظر تا بگو. اینجا آل قرآن عظیم شان میگه که این جوانی که، سعی کن شما جوانا این قسم باید ایمان داشته باشین، این قسم عقیده داشته باشین، این قسم آماده قربانی باشین، مثل که اسماعیل علیه السلام بود. آل اینجا اسماعیل علیه السلام چه میگه؟ قال، گفت اسماعیل علیه السلام یا ابته، ای پدر شیرین من. این لفظ ابته که در زبان عربی گفته میشه، پدرشان بسیار لفظ خوبش استعمال کرد. یا بنیه، ای پسرک من، تو خود توتی دل من هستی، تو خود بسیار تارم دوست دارم، امرای تو محبت دارم، لیکن حکم الله هست که من باید تو را چی کنم؟ قربانی بکنم. از این خاطر بسیاری پدرها هستن، الله برش میگه یک بچه را به نماز بخیزان، نه ولی باز بچه که خفه میشه باز به نماز نمیخیزه، بچه تا بیارده نماز، نه خودم میرم بچه این باشه، خودم در درس میرم اونم میرم. پس ای بچ ای در حالی که در قرآن میگه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام اسوهتان بگیرین. وقتی که الله گفت که بچه‌ت بکش، بکشش دیگه. خون بچه‌م چطور میشه؟ گردنش چطور میشه؟ ذبحش چطور میشه؟ حال تو یک به نماز فرض بچه‌ت یا به درس بچه‌ت نمیری. بسیاری پدرها خود بسیار دیندار میگیره، لکن به سنت ابراهیم علیه السلام عمل نمیکنه. انالی اینجا هم قوت ایمان ابراهیم علیه السلام نشان میده و هم قوت ایمان اسماعیل علیه السلام. یعنی گپ سر از این است که وقتی ما اقسام توحید را میخوانیم، توحید ربوبیت است و توحید الوهیت است و توحید اسماء و صفات است، در قصه های پیغمبرا امید توحید به شکل عملی نشان داده میشه که اونا چه قسم امید توحید تطبیق میکردن و شما چه قسم این توحید تطبیق بکنید به شکل عملیش. و اینجا میگه که آل نوبت اسماعیل علیه السلام میگه این چه قسم ایمان داره؟ این برش میگه که یا ابته، حالا اگر مثل ما و شما و رو باشه یک دفعه بچهش برش میگه او پدر تو چی میگی؟ ما بخیزم نماز بخوانم، ما پابجی نزنم. حالا بسیاری جوان هست حتی گفت پدرش میگه خیر از بچه من پابجی رو نزن، دمی گناهگار میشی، وقت زایی میشه. او پدر تو چه قسم میگه؟ سگی چه اولاد بیدین است. در مقابل پدر خود، پدرش امر بالمعروف میکنه، چلاکنی
گپ پدر قبول نمیکنن، دست خودی قسم بالا میپرده. بچه های بیدین عادتشان از همین قسم. اما بچه دیندار چی خاصیت داره؟ وقتی پدرش برش میگه که بچه آل مسئله از این نیست که تو بخی نماز بخوان، مسئله از این نیست که بخی پابجی بکن، مسئله از این نیست که چپیت میکنم و گردنت هم چی میکنم؟ ذبحت میکنم. نظر تو بگو آل چی میگی؟ دیگه گردن زدنت چی میگی؟ حال اینجا ایمان قوی معلوم میشه، اینجا عقیده درست معلوم میشه که مسئله جان و مسئله زندگی و مسئله کل پروگرام ها باشه. حال بسیاری جوان ها خوب دیندار است، لیکن صد دفعه برش میگه که رسول الله هم نها عن القضا، رسول الله هم منع کرده از اینکه نیمه سر تکل کنی نیمه سر شبانی. بعدم که ببینه وانا باز که رفت سلمان چی میگه، همی کلمه فوجی جور کو. حالی کلمه فوجی که سنت پیغمبر است، امر پیغمبر قبول نداره. داره که چیه؟ پس مثلا ما که کلی خدا فوجی نکردیم، ما را کی از شار کشیده که تو را از شار بکشن؟ لیکن این چون بخاطر که محبت زیاد بچی داره، به بچه های فلم داره، به فوتبالیست ها داره، برای کافر ها داره، برای فوجی ها داره، این باز میره کلی خدا نمیگه مثل پیغمبر واره کلی مجور کن، مثل چی واره جور کن؟ فوجی واره جور کن. حال اینجا سایی که این مسئله تنها یک تطبیق یک گپ عادی نیست، اینجا گپ بسیار خطرناک است. پدر برش میگه که یا بنیه اینی ارا فی المنام انی اذبح حکمت را ذبح می کنم، بر ما حکم شده که کارد بگیرم، کت کارد گردن تو را چی کنم؟ حالا اگر باشه باز میگه اوهو اسماعیل علیه السلام انتحاری میکنه، متوجه هستی؟ حالا میگه گپ، حالا اگر کس طرف بویی که ابراهیم علیه السلام تو گفته، مردم های بیدین بگه که اینه، ولی اینجا مثلا او خب بم دستی نبود، نه کارد بود، اینه این صحیح شد نه؟ صد دلائل میگه. اسماعیل علیه السلام عقیده قوی داره، ایمان قوی داره. ای برش چی میگه؟ قال یا ابتی او پدر شیرین من، یعنی من متاثر نیستم، من جگرخون نیستم، من قار نیستم، بلکه تو پدر شیرین هستی. لکن برای پدر خود یک گپ بسیار قوی را میزنه که او از عقیده توحید اسماعیل علیه السلام دلالت میکنه. چی میگه؟ میگه که افعل ما تؤمر. پدر دو کار است، بعضی اوقات عاطفی پدری هست، فهمیده نه؟ عاطفی پدری هست که در کشتن یا ذبح کردن فرزند او را در تشویش بپرده. یکی حکم الله هست. آل اسماعیل هستم بر پدر خود چی توصیه میکنه؟ میگه پدر افعل ما تو عمر، او کاری که امر کرده شدی که از جانب الله است او را بکن، او است که عاطفی پدری خود استعمال نکنی. اینجا تو نشه که عاطفه پدری تو سبب شوه که والا بچه من نکشم. او کاری که الله برات گفته که کشتن من هست و ذبح کردن من هست، امور بکو. این از چی نشد میکنه؟ از عقیده بسیار قویی که انسان عقیده داره که اصل زندگی، زندگی آخرت است. بیدینام کسان در روز قیامت چی میگن؟ میگن یا لیتنی قدمت لحیاتی، وا کاش که من به زندگیم یک کار میکردم. یعنی اصل حیات کجاست؟ حیات آخرت است. حیات زندگی دنیا زندگی نیست، یک چند وقت است. اول الف واره میباشی، باز دال واره میشی، باز میم واره. یک کسی گفتن چرا انسان آدم میگه؟ من گفتم به خاطر از اینکه اول الف واره میباشه، نه کاکلک شما تو دسترش میباشه، مد واره نه، الف مد، باز دال واره کپک میشه، 60 سالک شد باز میم واره دراز میمره. از این خاطر آدم میگن. این اول آدم خوک است، یعنی می سه مرحله زندگیش از خواسته باشی یا نخواسته باشی، پیر میشی، ضعیف میشی، کپ میشی و بالاخره در جمله مرده ها میری. حال اینجا اسماعیل علیه السلام میفهمه که اصل زندگی، زندگی کجا هست؟ زندگی آخرت است. و این کشته شدن و ذبح شدن یک کارد از کش میکنه. او کارد هم یک وقت درباره حقوق حیوان که از گپ میزد، علما برش گفتن، امو کافرا میگفتن که برق کشته شو حیوان دردش کم است. علماء اسلامی میگفتن نه ذبح شو و این دردش کمتر است. باز اونا میگفتن نه که برق چطور است؟ او برگفت او برادر، یک کس رو بگی برق بده چقدر لوتک میزنه، نه چقدر درد داره، اما یک نفر موتر میزنه، موتر میزنه تا وقتی که پای تو را شکست بشکنانا موتر تو درد احساس نمیکنی، وقتی که یخ شوه چی میشه؟ باز احساس میکنی که والا پای من شکسته. این حالی ایوان که ذبح همیشه در وادی ذبح کرده شدن و قدر درد احساس نمیکنه، چرا؟ تا که یخ میشه وقت روحی از او میره. اما اگر برق بیتی شو خوش شطنگزه خو نفس شکشیدی. حتی از نگاه ساینس هم کس که وقت مطالعه بکنی ذبح چی هسته؟ آسانتر از برای حیوان نسبت به چی؟ نسبت به برق دادن. این حال تو یک کافره بگو تو بیا که
برق بتو مثلا چقدر وضوش مشکله سایز نه؟ اما اگر ضعفش کنی زود ختم میشه. این حالا حیوان که از به او شکل یعنی آن چیزی که حکم الله هست و بسیار خوبتر است که حتی انسانی که عقیده داشته باشه او را زود قناعت بکنه و میپذیره و باز اگر کدام دلیل ساینسی برابر شد شد نشد نشد. آل اسماعیل علیه السلام چه قسم عقیده داره؟ عقیده بسیار قوی داره. زندگی اصل زندگی چی است؟ زندگی آخرت است. متوجه هستین؟ از این خاطر بر پدر خود چی میگه؟ بر پدر خود میگه که یا ابته، اول او پدر جان. چرا پدر جان گفت؟ به خاطر از اینکه بر پدر خود بفهمه که در عمیق گپی که تو گفتی من خفه نیستم، خسته نیستم. یعنی بچه های دیندار که هست وقتی که پدرش برش حکم میکنه اتو با پیشانوی بازو کار میکنه، پدرش میفهمه که والا بچه من خفه نشد. بسیاری وقت آدم از بچه خود میخواد در سودا بیاره پیشانیش رو سهل میکنم میگم مشکم سودا رو خودم میارم خود تیر ازی پیشانوی ازی از لبدگی ازی کدم اما پای خودم یک ذره خسته شد میری سودا رو میری. این حال اول اسماعیل علیه السلام اخلاق بسیار عالی خود بر پدر خود نشان میده که با وجود ازی که قضیه بسیار کلان است و مسئله قتل است، ما پدر جان ازی گپ تو خسته نشدی مطمئن باش، یا ابته ای پدر شیرین من. باز برش نمیگه که افعل ما تأمر، او کار که تو میکنی امر میکنی او را بکو، نمیگه که تو امر از مگه نه خواه امر تو نیست، تو خواه عاطفه داری، تو پدر هستی، من خب به قناعت دارم، پس او چیزی که برای تو حکم شده چون من هم در امتحان هستم تو هم در امتحان هستی. انسان بفهم همیشه انسان در امتحان است، پدرم هم در امتحان است، ما هم در امتحان هستم. آل پدرم 50% نقش پدر است، 50% نقش پسر است. حالا من نقش خدا چطور اینجا ایفا بکنم؟ پس برش میگه که پدر جان افعل ما تؤمر، او چیزی که امر الله شده سر من هم امتحان است، سر تو هست، او امتحان بکن. ستجدونی انشاء الله من الصابرین. تو مرد جمله چی میفی؟ صبر کننده ها میفی. یعنی اینجا قرآن بر ما میگه که اسماعیل علیه السلام یک جوان بود و جوان معتقد بود و جوان بسیار با اخلاق بود و جوانی بود که با حکم الله تسلیم بود و جوانی بود که آخرت نسبت به دنیا ترجیح میداد و حتی به خاطر رضایت الله آماده بود که چی شوه؟ ذبح شوه. اما قصه بازاری چی میگه؟ قصه بازاری میگه که اسماعیل هیچ خبر نداشت، چشمایش سرمه کرد، کلاهکارا پوشاندش، کجا میبرم تا ولی اونجا میبرم، اونجا که بردش آسان پدر جستایش بسته کرد و انداختش رو این کار کرد. این حال اونجا اسماعیل چی نقش داشت؟ هیچ چیز نداشت. حتی پدرش هم نشان میده که او چی بود؟ علیه بلا ظالم بود. اما اینجا چی نشان میده؟ اینجا حالت رو نشان میده که پدر میگه که بچیم مشوره پدر به همراه پسر است. این تو حکم الله هست، لیکن در مقابل از این حکم الله من هم در امتحان هستم و سر تو هم امتحان است. حالا بچیم تو نظر بده، فنظر چی مانا فنظر؟ نظریه چی نمیگن؟ نظر تا بیان کن که تو چی میگی؟ آیا آماده یه کار هستی نیستی؟ و اسماعیل علیه السلام برش میگه که یا عبت فعل ما تؤمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین. در مورد لحظه که مرا ذبح همی کنی مرا انشاءالله در جمله کی خاطی یافتی؟ صبر کنه که نه چیخ میزنم نه گریان میکنم نه وای خر خدا پاره میکنم نه یکان تا جوان هاست که سرش کنیم مثلا پدرش مرده یک وقت سر کنیم یخن شنگ در اینجا افتاد آقا جان حالا یا که کمه کمر درد باشه یا پای درد باشه یا یک جای موتر تکر کرده باشه نه چی چیغا میزنن. اما اینجا که است اسماعیل علیه السلام بر پدر خود چی میگه؟ ستجدونی انشاءالله من الصابرین. ان شاء الله مرا از جمله صبر کنندگان که نه چیغ میزنم نه دست و پای میزنم نه جنجال میکنم، خودم میام در اون میدانه که چیز است خودم گردن خودم میگیرم و خودت کار ده بگی و مرا ذبح بکن. این قوت چی نشان میده؟ قوت ایمان جوانای مسلمان نشان میده. این میگه تو جوان عمت اسماعیل علیه السلام و عمت امتحان سرت بیه چی میکنی؟ چی میکنی؟ والا میگه یک 16 دفعه وضو می مشکنانم. این حال اگر امتحان که از اسماعیل علیه السلام است امی سر خودت بیه عمت امتحان چطور است؟ یگان تا جوان است یک وقت پشت یک نفر مثلا پشت استاد مثلا پشت ما یک کس میایه و جوان ها رو ببینه وقت این در خوجا بغرا رسیده تو را پرسان نکده نه ولی استاد پرسان کرد از من موم کرده چی هست تو را که از والا خود بشنه ازام
تو چی هستی؟ این حال چی است؟ اسماعیل علیه السلام حتی حالت چی میسرش؟ حالت مرگ می و ذبح می و کشتن است و گذاشتن کار در گردن است، لکن برای پدر خود میگه که افعل ما تؤمر، امر خدا نکنی، امر الله را تطبیق بکن. امتحان که سر دوز ده، امتحانت باید کامیاب شوی و ما هم آماده امتحان است. من برای انشاءالله در جمله صبر کنندگان میفهمیم. فلما اسلما، الله متعال میگه فلما اسلما، هنگامی که اردویشان مسلمان شدن، اردویشان تسلیم شدن، هم پدر مسلمان بود هم بچه مسلمان بود. یعنی در اسلام یهودیت و نصرانیت و هندویزم یک پا نیست، یک دین است. دین اسماعیل علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، آدم علیه السلام، کلش اسلام بود. الله میگه فلما اسلما، وقت که اردویشان اسلام آوردن، چی یعنی چی مانا اسلام آوردن؟ یعنی اسلامی است که با حکم الله چی باشی؟ تسلیم باشی. حالا ما بسیاری وقتا با حکم الله تسلیم هستیم یا با حکم عقل خود؟ یک کس را بگو چی تو میگی، باز میگه والا عقل من این تو میگه، والا من چند پا پیسه پیدا کنم باز چی کردی؟ والا عقل میگه پت پت کده در جیبت بار. عقل تو چی میکنی؟ پرسان بگو که الله چی میگه، فهمیدی نه؟ این حال اینجا الله متعال میگه فلما اسلما، وقتی که اردوی از اینا چی شدن؟ تسلیم شدن به حکم الله. اسلما یعنی اسلام آوردن. چی مانا اسلام آوردن؟ یعنی زمانی که اردویزی ها پدر و پسر به حکم الله تسلیم شدن، به شریعت الله تطبیق شدن، اسلام قبول کردن، اینجا چی شد؟ وطله للجبین، این بچه خودم به خاطر از اینکه رویش نبینه، ابراهیم علیه السلام بسیار چیز بود، این بچه شام پدرم چی کردن که همه تو سرچپه خواه میکنه تو که اگر رویش ببینه عاطفه پدری چیه. میگه وقتی که به پیشانی انداخت دیگه، حالا وقت چی است؟ امتحان بسیار سخت است دیگه، دل پدرم تکت تکه است و این جوانم کل زندگیش است دیگه، حالا هر قسم نباشه دیگه، لکن چون حکم الله هست خلاص دیگه. من زیاد فلسفه نمیگم. بچه هایی که اگر مسلم او تو رو باشه باز چی میگه؟ او پدر هنوز من نامزاد نشدیم، نه هنوز بر خود بعید خود کالای نمشور کردیم، من او یه قدر برنامه دارم، یه قدر چیز دارم، تو آمدی چی که اینجا برش میگه؟ خلاص وقتی کردوشان تسلیم حکم الله شدن و ای به پیشانی هم افتاد، متوجه شدن اینجا چی میگه؟ و نادیناه ایا ابراهیم، آل الله میگه و نادیناه، اینجا تا که ضمیر جمع الله استعمال کردن، الله ضمیر جمع هر که بر خود، الله خود ذات یگانه هست، سیزنه؟ قل هو الله احد الله صمد، خیلی ضمیر جمع که استعمال میکنه حکمتش چی است؟ وقتی که الله قدرت و عظمت خدا بیان میکنه، در زبان عربی هم طور است، هر کس که قدرت و عظمت خدا بیان میکنه ضمیر چی استعمال میکنه؟ جمع. هارون رشید هم خطایش اگه ببینید به پادشاه روم که خط نشته میکرد، نشته نمیکرد که انا هارون رشید، نشته میکرد نحن هارون رشید، ما. چرا ما؟ میگفت اما قدرت و عظمت و بزرگی خدا نشان میداد. اینجا الله متعال قدرت و عظمت خدا بیان میکنه، چی میگه؟ میگه و نادیناه، و میگه ما صدا کردیم بر ازو که ایا ابراهیم، ای ابراهیم علیه السلام، قد صدقت الرؤیا، او خوابی که تو دیده بودی او رو تو واقعا تصدیق کردی، یعنی عمل کردی و در امتحان چی شدی؟ کامیاب شدی. اینا کذالک نجزی المحسنین، میگه ما اینی قسم پاداش میدیم به انسانهای نیک، خوب امتحانش میکنیم میکنیم میکنیم، لیکن یک دفعه دمون لحظه که بسیار سخت میباشه، امتحان از سرش چی میشه؟ دور میشه. متوجه شدن؟ اینا کذالک، این هذا لهو البلاء المبین، میگه اینی هست امتحان بسیار واضح و آشکار، اینی را امتحان میگن. حالا ما شما که یک همک مثلا اگه اون تا را سعی کنی یک همک نماز سعی خوان، یک کاکاک میگه برش میگه او وهابی شدی، بازی رو وقت سعی کنی که نمازاش کلش خراب شده دیگه، پس گتی چرا والا ما را فلوی نبا در یک کلی نگم در یک فشنگ وقتی در گرفت مردم بام میفته در کلیش رای نمیزنه، این در یک دانه فشنگ تیاره وقت پرواز کرد. آه والا سال بسیار سخت است، ما والا چطور گفت یک کس مره این تو گفت خال خود راست کرد، یک کار خوب که کردی، اطمان یا شیطان انسانی یا جنی یک کلمه خوب میگه نه؟ یک کسی میگه ایواز که بوشی ها رو رگه پشت دفع بکنه، فشنگش یک فشنگ دیگه بزن. یک روز یک کسی مرد میگه استاد شما وهابی شده، من گفتم شما بی وهاب هستید. چی؟ من گفتم مثلا من وهابی، تو بی وهاب؟ وهاب خونام الله هست، قبول نداری؟ خیلی تو کافر. نه نه خیلی ما مستاد وهابی استم. خلاص چرا وهاب نام الله هست؟ کل ما باید نام الله را قبول داشته باشیم. سیزه یعنی بسیاری کسا هده، اما یکان تا رسی کنید در یک فشنگک
که یک کاکاگک در یک جای برش میگه وقت چند کیلومتر فرار کرده. نه میگه باشقی که هم گلیدی هم جنگونه. وقتی که رای دینه گرفتی سختی ها و مشکلات چی میشه؟ سختی ها و مشکلات سرت میه. الله متعال چی میگه؟ ان هذا له هو البلاء المبين. ای چی هست؟ یقینا که یک امتحان چی هست؟ واضح و روشن است. بسیار امتحان سخت است، بسیار امتحان سخت است که انسان خودش و فرزندش در زیر کارت قرار بگیره. این بسیار امتحان سخت است. و فدیناه بذبح عظیم. الله متعال میگه باز ما برش فدیه دادیم. میواز ازی گفتیم حالا امتحانت کامیاب شد، حالا برو یک دونه گوسفند بگیم این گوسفند برش داد بگی که از این گوسفند مقصدمو عملت انجام بده. دیدین و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم كذلك نجزی المحسن انه من عبادنا المؤمنین. یقینا که ابراهیم علیه السلام از بندهای چی ما بود؟ با ایمان ما بود. اینا لازم ما چی درس میگیریم؟ اول درس قربانی. وقتی که انسان قربانی میته، تو قربانی از خود شروع بکنه. آیا ما آماده قربانی هستم؟ در راه الله خدا قربان بکنم؟ اگر اسماعیل علیه السلام برای آماده بودی؟ دو، آیا اگر الله فرزندای مرا به قربانی بخواهم، ما آماده هستم که فرزندای مرا به قربانی بدم؟ اگر آماده بودی، کامیاب است. اگر آماده نبودی، هیچ. بعضی اوقات قربانی به این میباشه که مثلا امو غیرت و غرور خود به خاطر حکم الله دور کنی، که یک کسی جنگ کردی خفه هستی، حالا قربانی رو میگه تو باید چی کنی؟ بری که تشاشتی بکنی و باش بگید ما به خاطر رضایت الله که تشاشتی میکنیم. این حالا آیا غرور تو تحت ایمانت است و یا غرورت فوق ایمانت است؟ بعضی کسا هست که غرورش از چی کده؟ زیاد است از ایمانش کده. نه والا دیگر نه کار دیگر نمیشه، او باید پیش ما بیاید. این حالا اگر ایمان قوی بود تو پیش از او میری. متوجه شده؟ و باز مسئله ذبح حیوان میشه. او به اندازه توانایی است، هر کس توانایی داشته باشد که زیاد فلسفه نمی. یک توانایی نداشت، همی آدم که توانایی نداشت این پل صراط هم وقتی که میری، مثلا پل صراط هست که هم تو قدم میمانی سرک اول صراط میگرد استاد شد نمازهای تو جواب بتی، یک جای میرسی که اونجا جای قربانی هست، زکات هست. حالا من غریب هستم، قرار تو سر بایسکل تین میشم، بایسکل والا که کس لسانس پرسان میکنه؟ نه اونجا هم دمسه پل صراط هم کس آدم غریب که در بایسکل هست خدا روان هست ایش که اونه کس در قسمت زکات و قربانی اوترا و هج پرسانش هم نمیکنه، اما تو بیغم میره. چرا؟ از این خاطر میگه که آدم غریب از پیسه دار که در 500 سال پیش در جنت میرسه، چون این پیسه دار تا که از یک اگر پا پیسه خود حساب میده که موتر تا چند خریده بودی، لسانسش از کجا بوده، جوازش چقدر غلطی کردی، چقدر رشوت دادی به ترافیک، چقدر رشوت دادی از اون نفری که خریدی به او، چقدر دروغ گفتی. صحیح نه؟ اینا تا که جواب یک موتر خدا میده و فقیر دیگه وقت دروازه دیگه رسیده. باز که از خانه خود میگه خب منزل اولش چقدر دروغ گفتی، در منزل دوش چقدر دروغ گفتی، در زمین چقدر دروغ گفتی، پیسه زمین چقدر خریدی. اینا میگه ای بالاخره ای دیگه هم تو سرگردان میشه. اما آدم غریب کس چی داشتی؟ میگه هیچ چیز نداشتم، ما هیچ نداریم و غم هیچ نداریم. خلاص اونجا که رفت اونجا ملائکه میبینه که ولی پیسه میسه نداشت، اما آزادم پیسه رو پرسان میشه که پیسه تو از کجا کده بودی و در چی مصرف کردی؟ دو سوال. اما از غریبا و از ما شما باز از وقت ما زیاد پرسان میشه. زیاد جوانا که هست میگه عمرت تا چی تیر کردی، جوانی تا چی تیر کردی. این حال بسیاری جوانا هستن که در دوزخ به حساب وقت زیاد تیر کردن که تو کفار تیر میکنن. چه قسم؟ مثلا ترازی اعمالش سهل میکنه، چقدر وقت که الله تیر کردی، که رسول تیر کردی، چقدر وقت که کافرا. پابجی کافر است یا مسلمان؟ گیم کافر است، نه قمار کافر است. این حالی مثلا چندین شب خدا کت کی تیر کرده؟ کت پابجی تیر کرده. این حال برش میگه تو برو کت پابجی باش. چرا زیاد تو برده کت از این تیر کردی؟ خب دیگه چقدر نیست یک چند وقت نکردیم وقت پابجی نبرامه بوده. خب وقت بکش دفتر اعمال شکل میکشن واشه در سریال ها ایندی تیر کرده، در فلم ها تیر کرده، در خواندن تیر کرده. این حال میگه یک صحابی در یک جای شده بود بسیار جگرخون بود، رسول الله هم بهش گفت چرا جگرخون هستی؟ میگه فیا رسول الله والا من جگرخون هستم به خاطر از این که اگر در جنت هم برم تو باز در جنت جای بلند میباشی، جایی که پیغمبرا هستن و اولیا هستن و بزرگا هستن، من بیچاره عاجز آدم هستم شاید یک جای جنت باشم تو رو دیده نتانم.
رسول الله هم برجفت که جگرخوی نکو المرء مع من احب، هر کس در روز قیامت کتی کسی می باشه که دوست داشته باشه. پیغمبر را دوست داشتی؟ کتی پیغمبر هستی. اون دو را دوست داشتی؟ کتی اون دو هستی. امریکایی را دوست داشتی؟ کتی امریکایی هستی. این حال هر قدر وقت تا که برای هر کس دادی در روز قیامت در آخرت که تو نمو هستی. این حال کسایی که زیاد فلم سیل میکنن، زیاد خواندن سیل میکنن، زیاد در گیم وقت خود تیر میکنن، زیاد در سریال های ناروا وقت خود تیر میکنن، او برش محبتش حاصل میشن. از او خود بسیاری کسا رو دیده باشین که فلم زیاد سیل میکنن، سریال زیاد سیل میکنن، وقتی که خانش اشتوک میشه خو این نام نوگک تا چی باریم دیگه، تو استاد هم یک اشتوککم نو چیز شده، خو آل نام از این ققله رو چی باریم، والا استاد چی از دیگه. این حال اگه دیندار باشه چی میگه؟ نامش محمد بان، نامش ابراهیم بان، نامش اسماعیل بان، صحیح نیست؟ نامش عبدالله بان. اما اگر فیلم ها و سریال ها را زیاد سعی کرده چی میگه؟ فیلم ها کشه سورج بان، سورج خویی چی شده؟ میگه یک فیلم ایندی یک بچه فیلم نامش سورج میگفت، نامش مثلا یک نام کریستیان؟ آه این تو نام های چه؟ این حال ای چرا نام از اون دوره یا نام کافره میمانه؟ چرا با زیاد زندگی کردن که یک کس چی میشه؟ محبت قلبی حاصل میشه. از این خاطر مجالس علما، مجالس قرآن، مجالس دین، مجالس درس محبت الله و رسول حاصل میکنه. متوجه هستین؟ کسایی که زیاد کت علما، کت دین، کت قرآن، کت کتاب، کت حدیث، کت زیاد سرکار داره، ای باز همیشه محبت الله و رسولش پیدا میشه. من یک وقت صنفی های من در خارج که درس میخوادم، صنفی های ما از فلیپین بودن، یارا که پرسان میکرد نامش هم میفت مسمو کمی بخاری، او ماشاءالله مسمو کانت مسلم، اوه ما مسمو کان نسایی، مسمو کان دار قطنی، نامای بودن فیلیپینیا را کلشان که نامایشان سیف مسلمانایشه، کل می نامای صحابه تابعین حتی اگر نش از می علما را از امام بخاری نامش سر خود مانده، امام مسلم مانده. اما از افغانستان اگر سعی کنی اول از حیوانات شروع میکنن، باز کدام حیوان سیم؟ نه باز مرغا شروع میکنه، سی مرغا، کل مرغا، مثلا توتی شا بودن اگل این گپا، باز از اگر از حیوان ها شد مثلا پلنگ و شیر و فلانی و فلانی، اینا چقدر شیر است و مثلا پلنگ است و چطور است شدن، باز اگر از حیوان ها پیدا نکد میده جان پرنده ها، حتی شادی خان باز اگر نشد روزای هفته چهارشنبه گل، سه شنبه گل، دوشنبه گل، جمعه گل، این نامایی که هیچ مانا نداره، صحیح نه؟ اما چرا این چی است؟ یا انسان به چی است؟ به هدف است. و یا این که انسان است که عشق و محبت کفار اقدر قلب جای گرفته که حتی هم اعضای خانواده خود نامایش چی میمانه؟ نامای اوندو، نامای کافر میمانه. اما محبت مسلمان چی است که همیشه کوشش میکنه که محبت با الله و رسولش پیدا شه. و امی است که مثلا وقتی که ما شما قرآن میخوانیم میبینیم امو عقیده و شجاعت و دوستی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام در چی است؟ با الله است. از همین خاطر است که الله متعال نامه از اینا را در قرآن ذکر کرده و آنچه که یا قربانی دادن، قربانی ازی برای ما و شما یک درس بسیار بزرگ است که سعی کنین این تو بنده های الله است و الله متعال بر شانو تو عزت داده که ما و شما هر سال اینا را یاد میکنن و باید همین قسم قربانی داشته باشیم مثل قربانی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.